خیلی خوب، به نام خداوند جان و خرد. من یک فرازی رو از سخنرانی آقای روحانی در مراسم تنفیذ انتخاب کردم که فکر میکنم که این فراز مهمیه برای ما. ما آموخته ایم که جامعه ایرانی از لحاظ سبک زندگی دارای تنوع است. زنان، مردان، جوانان، روستاییان و شهرنشینان ما به یک شیوه زندگی نمی کنند و همه برداشت یکسانی از فرهنگ هنر ندارند. این تفاوت و تنوع را باید به رسمیت شناخت و پاس داشت. به نظر من خیلی مهمه که این فراز مهمه، از جهتی که ما پذیرفته شده که تنوع و تکثری تو جامعه وجود داره و این تنوع و تکثر رو باید پاس داشت. ضمن اینکه رهبری هم این تنوع و تفاوت رو تایید کردن و گفتن مردم به رغم این تفاوت و تنوع باید کنار هم در آرامش زندگی کنیم. ما دوست داریم در آرامش کنار هم زندگی کنیم، به شرطی که همه به هم احترام بگذاریم، به اندیشه‌های هم دیگه، به تفکر هم دیگه و به جای دعوا، به جای این که در واقع به هم دیگه فحش بدیم، میتونیم فیلم بسازیم و جواب هم دیگه رو با فیلم بدیم، با تفکر بدیم. این نکته مهمیه که امیدوارم که در 4 سال آینده واقعا این تفاوت و این تنوع و تکثر در عرصه سینمای ما واقعا به رسمیت شناخته بشه و دعوایی وجود نداشته. خب، میریم به معرفی مهمان عزیز این هفته ما و بعد شروع میکنیم. سلام آقای قاسم خانم. سلام. سلام آقای سعد. سلام. سلام بر بانوی دریا و علف. پیمان توی سینما واسه من باز دو تا تعریف داره. یک بخشش مربوط به خودمه توی سینما، برای من یک استاد بود، هست کماکان ازش یاد میگیرم. دوستیمون از خیلی وقت پیش شکل گرفت، همکاریمون از خیلی وقت پیش، جفتش از خیلی وقت پیش. خیلی فیلمنامه نویسا رو بهشون کمک کرد، خیلی ها تغییر کرد، اصلا دستمزد فیلمنامه عوض شد. دانش موتور هزار اولین باری بود که من داشتم توی کاری که پیمان نوشته بود بازی میکردم. پیمان بیشک یکی از بهترین نویسنده های ایرانه، فیلمنامه نویس های ایرانه بیشک. خیلی مسئولیت پذیره، خیلی وسواس داره روی کارش، هیچ بخشی از کارش رو شوخی و سرسری نمیگیره. یعنی من تا حالا ندیدم پیمان یه جایی توی کار بگه حالا اینو ولش کن یه کاریش میکنیم، یا حالا این تیکر رو بی خیالش بشیم. به نظر من اتفاق خوبیه دیگه، احترام گذاشتن به گروهی که باشون کار میکنی، به مردم که قرار کارو بدن. دمی که موفقه خب بالاخره تاثیر میذاره روی بقیه دیگه. بعضیا این تاثیر رو، تاثیر مثبت دوباره همون رو تاثیر رو میگیرن، بعضیا عیناً میان اون کارو تکرار بکنن و طبیعتاً مثل اون نمیشه. خب میشه تاثیری که زیاد به نتیجه خوبی نرسید. پیما کارگردان دوست نداره که آره مجبور شده گویا خوب بجل بکنه. کارگردانی کنه. به نظرم میخواست امتحان کنه همچین چیزی رو. پیما آدم خیلی زبرز رنگ فعالی نیست، اکتیو نیست، تنبله. بیشتر دوست بنویسه تا. آره مثلا بازیگر رو اصلا دوست نداره. یعنی تقریبا هر دفعه تو دربستی مونده این کارو کرده اگه قبول کرده. و نوشتن رو بیشتر دوست داره. آره کاملا لذت بخش کاریه که بیشتر بلده، احساس میکنه. منم که تازه شروع کرده پیمان و بعد از این کارهای زیاد و متفاوتی. خودش میگه من کار نمیکنم، کار نمیکنم، کار نمیکنم، ولی من فکر میکنم کار میکنه، کار میکنه، کار میکنه. آدم احساس میکنه موقع مثلا تلویزیون دوست داره همون اون سلیقه فیلم فارسی رو، دلش میخواد اون باشه، خوشش از اون خوششون میاد. انگار مشکلی که با ما دارن اینه که چیزی که شنیدم، چون عملا چیز مستقیمی نگفتن، اینه که ما نوعی از لایف استایل رو تبلیغ میکنیم که اینا دوستش ندارن، نوعی از لایف استایل رو که به خانواده از تعریف اینها ضربه میزنه. من نمیفهممش واقعا، چون اتفاقا جفتمون خیلی مثلا خیلی پدریم، خیلی اهل خانواده‌ایم، خیلی نسبت به پدر مادر خودمون نزدیکیم. ولی من فکر میکنم تلویزیون باید برای کسایی مثل پیمان یا رضا عطاران واقعا فرش قرمز پهن کنن، التماس کنن که اینا بیان. کاش برگردن، کاش آقای عطاران، پیمان قاسمخانی، مهراب قاسمخانی اینا بیان و دوباره تو تلویزیون کار کنن. کاش آقای مدیری سریال بسازن، رامبد سریال بسازه. اینا کسایی بودن که سالها مخاطب جذب کردن تلویزیون، سالها پول آوردن تو تلویزیون واسهشون. تلویزیون اون موقع پدیده گردن کلفتی بود، چون خیلی
انحصاری. سلام علیکم، امیدوارم که خوب باشین، بعد همینجا تون فضای مجازی بمونه، جاتون تلویزیون خالی نیست؟ نه هست، یعنی که حالا انشالله دعوت میکنن، بیشتر قدرتون رو میدونم. اذیت نکن برادرم لطفا، دوستان برنامه رو ببینن. خب خیلی خوش آمدی آقای قاسم خانی. ما ابتدای برنامه به مهمانان عزیز میگیم اگر با دوربین یه برنامه اینترنتی حرفی با مردم دارن اول بگن تا ما وارد بحث بشیم. سلام عرض میکنم و خوشحالم که تو این برنامه هستم و در خدمت شما. مرسی پیمان جان، من خوشحالم که فیلمت فروخته، خوشحالم که موفق شدی، خوشحالم که فیلم خوبیه و همه اینا. حالا میپردازیم اول به یک نکته. اولا از فضای سیاسی، تو فضای سیاسی هستی الان که وزیر داره عوض میشه، اینا هستی تو؟ نه اصلا. ببینید، من سیاست رو همیشه از دیدگاه فرهنگ بهش نگاه میکنم به نوعی، یعنی اون گروهی که به فرهنگ بهای بیشتری میده، من طبعا طرفدار اونم که حالا میدونیم کیا هستن دیگه، ولی به طور مستقیم سیاسی نه خیلی. این الان مثلا فکر کنم مثلا نرفتی دنبال این قضیه که بدونی وزیر فرهنگ کی میشه، اتفاقات چی میفته، و اصلا آینده نگری در این مورد نداری اصلا؟ ببینید، واقعیتش اینه که من سیاست گذاری فرهنگی مملکت رو بیشتر دنبال میکنم، یعنی وزرایی که اومدن و عوض شدن و مثلا آقای جنتی بود و حالا آقای صالح امیر اینا، من تفاوت خیلی مشخصی مشاهده نکردم. به خاطر همین این اسامی با احترامی که براشون قائل هستم اونقدی برام فرق نمی کنم. به نظرم میاد که اتفاق بزرگتری باید بیفته توی این زمینه و شاید این سیاست‌های فرهنگی با یک شخص قرار نیست که تغییر بکنه. اون اتفاق بزرگتر به نظر چیه؟ میتونی خلاصش کنی بگی به من؟ واقعا دقیق نمیتونم توضیح بدم، ولی به هر حال همیشه اهالی فرهنگ به نوعی تحت فشارهایی بودن، ما همیشه سانسور شدیم به نوعی و شرایط فرهنگی مملکت رو میدونیم چه شکلی هستش دیگه. تصورم اینه که یک کمی ما احتیاج به فضای بیشتری برای تنفس داریم و یک کمی اعتماد بیشتر به ما و اینکه این خط‌کشی های خودی و غیر خودی یه مقدار برداشته شه، یه مقدار فکر کنن که ما بچه های همین مملکتیم و برای همینجا میخواییم کار کنیم. تو 4 سال قبل این خط‌کشی ها کم شد، برداشته شد، این حس رو کردیم 4 سال پیش؟ واقعیتش من بیشتر سرم به کار خودمه، یعنی اونقدری بیرون نیستم، اونقدری تو فضاهای حالا جاهای سینمایی و ایماجر نیستم. احساسم این هست، به هر حال من احساس بهتری دارم در دوران آقای روحانی تا دوره قبل، ولی فشارهای بیرونی رو هم درک میکنم، میفهمم که ممکن هست که به هر حال دولت علاقمند باشه که کنسرت ها برگزار بشن و اتفاقایی مثلا از قبیل اتفاقایی توی مشهد یا قوچان یا این چیزا نیفته، ولی اینم متوجه هم که همه چی در اختیارشون نیست. برای همینه که دارم میگم سیاست گذاری فرهنگی صرفا به دولت مربوط نیست، فکر میکنم که در حد کلانتر باید به این مسائل نگاه کرد. تو یکی از مهمترین فیلمنامه‌نویسان سینمای کمدی هستی و در واقع خودت هم اولین کار تو کمدی شروع کردی. سینمای کمدی چقدر نیاز به فضای آزاد داره؟ نمیتونم، شاید همون قدر که خوب بود من یه ذره آماده میکردم خودم برای سوالاتون، خیلی جدیه. میگم همون قدری که شاید هر ژانر دیگه ای نیاز به آزادی داره، یعنی به هر حال ما طرف یه شوخیایی نمیتونیم بریم توی فضای جدی، هم خود شما صابون این ماجرا به تنتون خورده دیگه. یعنی کدوم فیلمتون بود که من مادر هستم؟ بله بله، همه این داستان پیش میاد دیگه، منتها در مورد کار ما یه ماجرای پیچیده‌تری که هست، یه سری اعتراض های اصناف مختلفه یا آدم هایی یا اقوامی یا چیزی که اونم اضافه میشه بر موضوع در کنار حالا
سانسورهایی که هست و به هر حال خطوط قرمزی که تا حدودی میشناسیمشون و سعی میکنیم طرفشون نریم، مگه اون خطوط قرمزی که مثلا یه شب گذاشته شدن. ولی در کنار اونا مثلا این اتفاق هستش که اگه یک آدمی از یه شغلی رو ما بگیم که مثلا چه میدونم کلات کجه، طرف مثلا میتونن اهالی اون شغل بیان و اعتراض کنن و هر چقدر ما بگیم که ما منظورمون کل صنف نبود و ما یک فرد رو داریم تعریف میکنیم، این تو کرت کسی نمیره. و از اون غم انگیزتر هم این هستش که گاهی اوقات میتونن حرفشون رو پیش ببرن. برای همین این قضیه‌ای که تعمیم میدن یک شخص رو به یک قوم یا به یک صنف، این هم یکی از مشکلاتی است که ما داریم. غیر از این اصناف و اینا، کمدی به چه چیزی نیاز داره؟ یعنی تو که داری کمدی می‌نویسی، ذهنت برای اینکه باز باشه، آزادی‌های اجتماعی مهمتر یا آزادی‌های سیاسی؟ خیلی داره سوالاتون سخت‌تر میشه آقای جهرانی. مصداقی بریم، یعنی که آزادی اجتماعی الان در مورد مثل موسیقی، مثل مثلا به حال یه جور مثلا آزادی اجتماعی که حرفای اجتماعی توش هست. ببینید طبیعتا به نظرم این مقوله مهمتری هست برای ما. آزادی سیاسی میفته مثلا که تو مثلا با سیاست شوخی کنی مثلا. در واقع حالا نه اصراری هست به این قضیه، یعنی فرض کنید ژانر کمدی سیاسی یه زیر ژانر خیلی کوچیکی میتونه باشه. من به شخصم نیازی و اصراری ندارم، برای اتفاقا برای خودم جذابتر هستش انواع دیگه کمدی رو کار کردن. ولی میخوام بگم که در مورد آزادی های سیاسی شاید بریم سوال بعدی. سوال بعدی بهتر. آزادی اجتماعی که آزادی اجتماعی موافقی که باید باشه برای کمدی دیگه، طبیعتا با حفظ اون خطوط و اون اصولی که ما خودمون میدونیم. به هر حال ما میگم تو همین جامعه زندگی میکنیم و خطوط عرفی جامعه رو میشناسیم و بر همون اساس مینویسیم. یک چیزایی هست بعضی وقتا بهش میگن شوخی جنسی، که به هر حال شوخی جنسی هم حدود مشخص خودشو داره و تا یه حدی در عرف جامعه قابل قبول هست. ولی این تبدیل به یه فوشی شده که مثلا هر فیلمی رو که میخوان بزنن دوستان اونور برمیگردن میگن که مثلا فلان چیز شوخی جنسی داره، فلان چیز مثلا این امتیازه که مثلا همچین شوخی نداره و هر شوخی مثلا این جنس رو در واقع کلن بر نمیتابن. اینا شوخیه و در حد عرف جامعه از نظر من قابل قبول هست. اینجور. و یه داستان دیگه ای هم که هست اینه که بعضی فیلم‌ها توی تصفیه حساب‌های سیاسی میفته به نظرم و اونا هم یه ذره قربانی داستانه. ببینید مارمولک به نظرم اون اتفاق افتاد براش. بله. بعد تو چیز هان توی شب‌های برره ما گرفتار شدیم در حدی که مجبور شدیم که سریال تعطیل کنیم و بعدم انگ‌های مختلفی به هر حال در طول این سال‌ها زده شد به شب‌های برره. شب‌های برره به خود ما، به خود من که مثلا حالا یه نوع نگاه خاصی رو دارم ترویج میکنم یا هر چیز دیگه. میگم یه چیزایی که واقعا نامفهومه برام، نشستم خونه و دارم کارامو میکنم و از همین جامعه هم الهام میگیرم و داستانم همین است و ناگهان یه برداشته یا توش در میاد که مثلا حتی فکرشو نکردم. بیمان الان داستان کمدی باز یک مسئله دیگه این پیش آورده که یک عده شروع کردن به این که می نویسن کمدی مبتذل و در واقع داستانی که انتقادها از این زاویه شروع شده. یعنی ما تاریخ کمدی رو بخوایم نگاه کنیم، حتی از اون زمانی که تعزیه کمدی را افتاد و در و شبیه کمدی را افتاد که با شوخی کردن یا مسخره کردن اشقیا شروع کردن، تو خاطرات اعتماد سلطنه هم مثلا گفته که مثلا این شوخی ها مثلا پسته و رذل و اینا. الان هم دعوا اومده، دعوا این که کمدی مبتذل، کمدی فلانه. این دعوا رو چجوری میبینی؟ اصلا کمدی مبتذل، غیر مبتذل، اصلا این باز کنیم اینو از غیر. خب من طبیعتاً اعتقاد دارم که کمدی مبتذل وجود داره، نوعی از کمدی که به هر قیمت علاقمند هست که تماشاگر رو بخندونه و خنده‌ای که به نظرم خنده‌ای شاید ارزشمندی نیست. از همین چیزایی که حالا از
زمین خوردن عادی بگیر تا یه چیزایی که واقعا حالا دورانش گذشته و میتونه واقعا چیز باشه، نوعی از شوخیای چرک باشه که حالا نمونه شد تو سینمای امریکا هم زیاد داریم حتی، این هست. ولی من تصورم این نیست که با اولا که معیار این که تشخیص بدیم چی مبتذل هست و چی نیست کیه، میدونید؟ یعنی من به خودم اجازه نمیدم که این حرفو بزنم. شاید یه چیزی به نظر من مبتذل باشه ولی به نظر کسی دیگه مبتذل نباشه. میگه باید مردم باشن که طبیعتاً مردمن. بله به نظرم میاد که اگه دوست نداشته باشن یه جور کمدی رو کمدی حذف میشه. کما اینکه فکر کنم چند سال پیش در واقع یه جنسی از کمدی میدیدیم که الان کمتر هست و استقبالی که از کمدیای میکنن که به هر حال وقت بیشتری گذاشته شده روش، مشخصه که کار شده و حالا شوخی های درست تری داره اینا، به نظرم تعیین کننده توی این بازار مردم باید بشن نه هیچ کس دیگه. یعنی معیار رو بذاریم مردم اگه از کمدی مبتذل بعدشون بیاد میزنن کنار و اگه دوست داشته باشن این سلیقه جامعه است، ما حق نداریم جلوشون رو بگیریم که به نظرم دوست ندارن. پیمان تو اهواز درس فنی خوندی درسته؟ آمار کتاب چه از آمار اومدی به آموزش فیلمسازی در توی اون مدرسه در باغ فردوس؟ من در واقع از 12-13 سالگی عاشق سینما شدم از جنگ ستارگان و حالا جنگ ستارگان سنی نداشتی که دیدی؟ تو پرده دیدی؟ من رو پرده دیدم بله. سینما آزادی؟ بله بله فکر کنم که مثلا 57 سالم بود. آره 57 شد. 12 سالم بود. آره. بله 57 آره پس بزرگ بودم دیگه. آره اصلا برد منو دیگه. تا قبل از اون مثلا حالا سینما میرفتم، قبل از انقلاب میرفتم، مثلا هیچ وقت ده فرمانو یادم نمیره. اونو تو سینما دیدم، اون چیز دریایی که باز شد، اصلا دل روده منم باش باز شد دیگه. هنوز اون خاطره اون چیزا هستش. ولی سینما زمانی برام جدی شد که چیزو دیدم، فیلم نیشو دیدم و یعنی با جنگ ستارگان تحت تاثیر عظمتش قرار گرفتم. حالا چیزایی هست ولی با نیش فهمیدم که ماجرا تو ویدیو دیدی؟ تو ویدیو دیدم. بله آره ما نسل ویدیویم دیگه. آره تو ویدیو دیدی؟ چون آخه نیش اکران نشده. بله بله شد ولی اکران نشد. ما این فیلم هایی روی جاهای عجیب غریبی دیدیم. نسل ما مثلا ایندیانا جونز یک رو من توی سینما سینمایی دیدم توی هتل استقلال. اون موقع هفته یه بار فیلم میذاشتم و یکی به من گفت که یه همچین فیلمی هست و اینو رفتم دیدم و گیج و منگ اومدم بیرون دیگه. به هر حال من اون دورانی هم که حالا تو دبیرستان درس میخوندم ریاضی و بعدم اومدم آمار خوندم، همیشه علاقمند بودم به سینما. یعنی مجله فیلم یه جوری چیز بود، یه راه فراری بود برای من از رشته آمار و این داستانا که همیشه زیر میز کلاس ها دستم بود و میخوندم اینا. به هر حال با هر جون کندنی بود لیسانس رو گرفتم، ولی خب فکرم این بود. منتها فکر نمیکردم هیچ وقت که بخوام وارد این حرفه بشم. همیشه فکر میکردم که دوست دارم که فیلم ببینم و اینا. منتها شانسی شد در واقع دیگه. یه روز داشتم همین مجله فیلم رو ورق میزدم و دیدم نوشته که یه دوره هستش تو مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی، دوره فیلم نام نویسی حرفه‌ای که هر لیسانسی رو قبول میکنه. و باورم نمیشه، گفتم شاید اشتباه میخوام، میگه که نه هر لیسانسی. و منم وسط سربازی بودم و بعد از دوره هم بیکار رو داشتم، الکی کاری میکردم اینو، گفتم برم هم اینجوری برم اونجا ببینم چی میشه. رفتم با لباس سربازی اونجا سر جلسه و انقدر پرت بودم که اصلا چیزه همینجوری الکی رفتم در واقع امتحان بدم دیگه. و یه آقای اونجا بود، گفتم آقا خودکار داری به من بدی؟ گفتش که بله بیا من ایدون اضافه دارم. داد بهم. اون آقا شادمهر راستین بود که هنوزم دوستیم با هم بعد از این همه سال. خلاصه رفتم سر جلسه امتحان و دیدم که نوشتنم چه باحال، من خبر نداشتم دیگه. اولین جایی بود اونجا که استاد سیف‌العداد، مرحوم سیف‌العداد. بله بله بله. و مدیونم بهشون و یک انسان بزرگ و تاثیرگذار بودن. از اونجا مثل که رفتی یه دوره هم کلاس بیضایی رفتی مثل اینکه؟ نه آقای بیضایی یه دوره کلاسایی بود که توی خونه ما گذاشتن در واقع و یه سری بچه هایی اومدن اونجا، فکر کنم یه 20-25 نفری بودن. فکر نمی کنم مجموعاً 10-12 جلسه بیشتر شد. خودت پیشنهاد دادی این کلاس بیضایی؟ نه بچه ها فکر میکنم که آقای حمید امجد این پیشنهاد رو کرد و ما خونمون جا داشتیم برای ذره مثلا بزرگتر بود و این ماجراها، و گفتم که خونه ما هست اگه دنبال مثلا جای خواهد. بعد این چند جلسه رو خونه ما داشتیم و
خوش گذشت به هر حال دیگه. ولی عمده یادگیری من چیز بود توی همون مرکز اسلامی آموزش فیلم سازی. از بیزایی چیزی نیاموختی؟ ببینید هنوز یه چیزایی یادم هست از حرفایی که میزدم، ولی چیزی که خاطرم هست بیشتر شاید رو کارگردانی صحبت میکردن ایشون و من بیشتر دنبال نوشتم بودم. بله، برای همین فکر میکنم که من چیزایی که یاد گرفتم ازشون، یعنی تصاویری که دیدم ازشون و اون تسلط مثلا بیچون و چراشون روی ادبیات ایران اصلا شگفت زده میکردم و فکر میکنم شاید اون کلاسای یک کمی برای من زود بود، ممکنه الان بیشتر به دردم. این اگه الان بود شاید مثلا به دردت میخورد، بیشتر میخوردم. آره نمیرفتم الان ولی به دردم وقت نداشت. ولی شخصیت بی‌نظیری هستم و متاسفم که اینجا نیستن از محضرشون استفاده کنم. انشالله که برگردن و بازم فیلم بسازن. این هفته تو قسمت ریویو فیلم‌های ایرانی می‌خوایم درباره رگ خواب حمید نعمت‌الله صحبت کنیم. یک ماهی بیشتر از یک ماه میشه که رگ خواب حمید نعمت‌الله، فیلم چهارم حمید نعمت‌الله، به نمایش عمومی در اومده. فیلمی که توی جشنواره گذشته، جشنواره 35ام فجر، مورد توجه منتقدا و تماشاگرها قرار گرفت و میشه گفت که بعد از ماجرای نیمروز دیده شده ترین یا تحسین شده ترین فیلم جشنواره فجر سال گذشته بود. حالا فیلم نمایش در اومده و میشه مفصل‌تر درباره‌اش صحبت کرد. اساسا حمید نعمت‌الله با توجه به رویکردی که توی شکل فیلم سازیش داره، به خصوص از فیلم دوم به این ور، یعنی از بی پولی، همیشه سعی میکنه که یک نسبتی رو با واقعیت برقرار بکنه و هم در این حال از اون یک گریزی بزنه به یک شکلی از فانتزی که مخصوص خودشه. حالا تو هر فیلم به یک شکلی خودشو نشون میده. مثلا توی بی پولی فانتزی شبیه به این فیلم‌های مستقل یا فانتزی‌های مستقل آمریکایی، حالا مشخصاً فیلم های با لحن شوخی جدی، با دو لحن، یعنی اون مدلی بود که خیلی تو سینما ایران تجربه نشد فیلمی باشه که با دو لحن داشته باشی. و حالا توی سریال خیلی موفقش که خیلی اعتقاد دارم بهترین کارشه، وضعیت سفید، هم همینطور. این از این ماجرای واقعی که یک خانواده با توجه به وقایع سال 60، وقایع مربوط به در حقیقت جنگ 8 ساله جنگ تحمیلی بین ایران و عراق، مهاجرت میکنن و خارج از تهران قرار میگیرن. یه جمع خانوادگی داریم که خب خیلی ارجاعی که میده ارجاعی واقعیه، فرهنگ عامه واقعیه، ولی عملا نعمت الله تلاش میکنه که از اون واقعیت یک محملی یا یک بستری فراهم بکنه برای ورود به یک جهان فانتزی. که حالا افرادی ترین شکل این فانتزی سازی توی فیلمای نعمت الله آرایش غلیظ بود که به نظرم بهترین فیلمش و فیلمی بود که مورد سوء تفاهم قرار گرفت. خیلی ها پس ایستادن، متوجه جهان ویژه و غریب فیلم آرایش غلیظ نشدن و حالا با رگ خواب مواجهیم. فیلمی که مثل این آثاری که اسپورلام دربارشون صحبت کردم مورد سوء تفاهم دی قرار گرفته و به هر حال مشکلاتی مطرح شده راجع به فیلم که خوب الان راجعش صحبت بکنیم. حالا در کنار تمام امتیازاتی که رگ خواب داره و در انتهای ریویو بهش اشاره میکنم، به عنوان چیزهایی که میشه پیشنهادش داد موقع تماشای فیلم شما ایزان بهش توجه بکنید، مهمترین نکته یا چیزی که مورد توجه مخالفین فیلم یا اونهایی که فیلمو دوست ندارن، در حقیقت فیلمنامه فیلمه که معصومه بیات اونو نوشته. مشکل از جایی شروع میشه در حقیقت که از اون فضای عاشقانه یا از اون فضای نزدیک و صمیمی که بین لیلا حاتمی و کوروش تهامی توی فیلم به وجود میاد، عملا فیلم وارد یک فضای دیگه ای میشه و حالا از اون مرد مثبت، مردی که همراه با زن اون عاشق خودش میکنه، بهش پناه میده، بهش توجه میکنه، تبدیل به یک مرد منفی میشه که دیگه خیلی بهش توجه نمیکنه، یه جور ماهیت دیپ سیرتی پیدا میکنه یا یه جور آدم در حقیقت منفی میشه و به شکل بدی اونو از خودش میرونه. شاید حق با مخالفین فیلم باشه از این جهت که این مرحله تبدیلی که در حقیقت قرار ما از اون فضای راحت امن عاشقانه وارد یک فضای ناامن تیر و تار بشیم، انتقالش یا تبدیلش یک دفعه است. یعنی ما یه صحنه ای داریم که لیلا حاتمی و کوروش تهامی هستن که توی خونه هم صحنه معروف و دقیقاً بارها نقش شده طرفداران فیلم، صحنه ای که سرشون توی لباس کردن و صحنه تنبک رو می‌بینیم و بعد با صبحی مواجهیم که دیگه همه چی برعکس شده، 180 درجه عوض شده و اینجاست که یه جامپیه، پرشی ایجاد میشه که دقیقاً اون مشکلات رو به وجود میاره. اما خب از طرف دیگه این فیلمیه
با زاویه دید اول شخص، یعنی کل فیلم داره از زاویه دید لیلا حاتمی شخصیت اول زن با نام مینا روایت میشه که هم داره قصهشو تعریف میکنه و هم در این حال داره برای پدرش نامه مینویسه و اونو خطاب قرار میده. یعنی اینکه وقتی ما از زاویه دید این شخصیت داریم به این داستان و به این دنیا نگاه میکنیم، طبیعیه که در حقیقت اون چیزهایی که از شخصیت مرد، در حقیقت اون نقاطی که از شخصیت مرد قرار برجسته بشه توی نیمه دوم یا اون تبدیل به شخصیت منفی بشه، یک باره به نظر میاد، به خاطر اینکه ما در کل فیلم یا در نیمه اول فیلم با شخصیت زن بودیم و عملا توجه نکردیم، یا فیلمساز یا فیلم ما رو نبردن توی خلوت مرد به اون نشون بدن که اون چه خلق و خو و چه روحی و رفتاری داره. به نظرم با این ایده، یعنی با اینکه با این زاویه دید اول شخص فیلم داره روایت میشه، از این مشکل یا از این فرشی که با وجود اینکه میگم طبیعیه و تماشاگرایی که مخالفن حق دارن به نظرم، میشه از این عبور کرد و گذر کرد. اما خب اگه بخوایم راجع به نکات مثبت فیلم صحبت بکنیم که بی‌شمارن و همین نکات رگ خواب تبدیل به یکی از فیلم‌های مهم امسال، فیلم‌های در حقیقت دیدنی این چند سال سینما ایران کردن، خب مشخصاً بازی فوق‌العاده لیلا حاتمی که باز هم نشون میده یکی از بهترین بازیگرهای زن سینما ایرانه برای بازی در نقش زنان مهربان، در این حال یک جور با یه حالت دست و پا چلفتی، در این حال شکننده، در این حال آسیب پذیر، با تمام ملاعت‌ها و تمام شیرینی‌هایی که زیبایی‌های یک زن میتونه در تماشاگر و در حقیقت در شخصیت مقابلش توی فیلم بر بیانگیزه و یعنی اون عشق و طبیعی و باورپذیر جلوه بده. و در این حال کارگردانی خود حمید نعمت‌الله که در همکاری با فرشاد محمدی که به نظرم یکی از بهترین فیلمبردارهای سینما ایران در چند سال اخیر، نعمت‌الله فراتر از کارگردانی فیلم به یه جور معماری میرسه، چون اساساً قراره که رگ خواب نمایش تک افتادگی، مطرود شدن و تنهایی شخصیت مینا باشه. خیلی خوب میتونه مینا رو در چنبره یک شهر در حقیقت تسلیم شده در یک کابوس بزرگی که اون شهر هستش و داره اینو تو خودش غرق میکنه و خفه میکنه، در حقیقت این معماری رو به ما نشون بده به کمک اون خونه‌ای که حالا با انتخاب خیلی خوب لوکیشن خونه مینا که در حقیقت شخصیت کوروش تهامی براش توی فیلم تدارک میبینه. و خب فیلم قابل بحثیه دیگه، یعنی حالا برای من بهترین فیلم نعمت‌الله نیست، چون میگم آرایش غلیظ رو بیشتر میپسندم و دوست دارم، اما خب به نظرم نعمت‌الله فیلمساز ویژه‌ایه، چون هیچ فیلمسازی در سالهای اخیر نداشتیم به استثناء اصغر فرهادی که 3-4 اثر پشت سر هم ویژه، قابل بحث، تاثیرگذار و واکنش برانگیز ساخته باشه. حمید نعمت‌الله چه این فیلمسازیه که مهمترین فیلمسازهای معاصر سینمای ماست و رگ خواب هم فیلم دیدنی و تماشایی که حتما توی همین تایمی که باقی مونده از اکران فیلم برید فیلم رو تماشا کنید و در حقیقت از نمایش عجز و لابه و تنهایی و تک افتادگی یک زن زیبا با همراهی صدای فوق‌العاده و اون ترانه معروف دیگه حالا کال شده آهای خبردار همایون شجریان لذت ببرید و غرق در فانتزی بشید که حمید نعمت‌الله این سری براتون تدارک کنه. نیش رو دیدی؟ نیش یه طنز خاصی داره. نیش علاقه مندت کرد که بری تو ژانر کمدی و طنز اینا فیلم ببینی؟ نه نه مطلقا نه. اصلا به کمدی فکر نمی‌کردم هیچ وقت، یعنی اینکه مثلا من یه روزی بیام تو سینما و به طور خاص کمدی ببینم، فکر می‌کردم بیام تو سینما. یه آرزوی یواشکی داشتم من همیشه که اولین بار دارم میگم، هیچکی ازم نشنیده، من همیشه آرزو می‌کردم که بیام تو سینما و برم هالیوود یه زمانی و یه فیلم بسازم پول نیومن رابرت رو دوباره با هم بازی کنم. هی آرزو به دلم بود بعد از این که بعد از این دو تا فیلمی که بازی کردم با هم بازی کنن نشد دیگه. پول نیومن که نیست، اما آره ولی چیز دست میشه رو بازی جز مقابله جز بهش میگم این دفعه آره ولی این آرزوی بچگی میبود، همه بچه های آرزویی داشته این مال من بود. وقتی این پس من زمین رو دوست دارم که اولین فیلم نامت دیگه اولین فیلم کمدیته، چطوری شد اینو قرار شد بنویسی؟ این فیلمنامه به نیت ساخته شدن نوشته نشد. خودت این... اصلا تر و آماده کردی یا بهت پیشنهاد؟ این نه این چیز بود، این پایان نامه کلاسمون بود. ما یه کلاس داشتیم همون سکیپ کلاس سفر کلاس آقای داد، بله آه. اسمش بود کارگاه فیلمنامه نویسی دو، که توی این کلاس از اول تا آخر ترم ما باید یه فیلمنامه کامل می‌نوشتیم و همینجوری مرحله به مرحله می‌رفتیم جلو و با آقای داد به هر حال چیز می‌کردیم دیگه، تعامل می‌کردیم تا بعد این فیلمنامه همینجوری رفت جلو و من به هر حال آخر ترم همه فیلمنامه‌مون رو تحویل دادیم که نمره رو بگیریم و آقای داد اومد سر کلاس و نمره‌ها رو اعلام کرد و مال منو نگفت، گفتش که تو بیا بالا دفتر. رفتم بالا و گفتش که چیزه ما می‌خوایم اینو بسازیم. بعد چیز این جزو لحظه‌های بزرگ زندگیم بود دیگه، تقریبا رفتم هوا و بعد این شد اولین فیلمم دیگه. بخه دادن به داوودی و محمدی بله. و چیز بود دیگه، آقای محمدی که اون موقع با آقای داد یه شرکتی داشته، بله شرکت بله با هم بودن و
بعد اون موقع هم چیز بود دیگه، آقای خمسه به نوعی اگه خاطرتون باشه ستاره شماره یک سینمای کشور بود و همه عاشقش بودیم اینا، و من همینجوری این نقش رو برای خمسه نوشته بودم. و یعنی خودت هم برای خمسه نوشته بودی؟ آره، اصلا تو رویام مثلا داشتم فکر می‌کردم که اگه این فیلم، و فکر نمی‌کردم که قراره که ساخته نشه، واقعا میگفتم که دارم یه جوری کار میکنم که قاعدتا باید بشه. یعنی اون ته تهش فکر می‌کردم که مثلا چرا آقای داد نباید بگه من این فیلم رو مثلا می‌خوام بسازم، که آخرش گفت، ولی واقعا این رویا بود اون لحظه برام دیگه. و آقای داوودی هم بهترین کمدی ساز کشور با جی برها به بهش نمیرمند و اینا، و تصور من برای این بود که اگه این دوتا آدم در کنار هم قرار بگیرن چه اتفاق شگفت انگیزی میشه، و همون شد. خیلی چیز بود، خیلی جذاب بود برام. زیاد زیادم. من اینو بهتون بگم، من روز آقای داوودی رو دیدم دفعه اول و خب خیلی هیجان زده بودم، آدمای سینمایی ندیده بودم تا حالا که هول و این ماجراها. بعد آقای داوودی گفتش که چهارشنبه، روزش هم یادم نمیاد، گفت چهارشنبه بیا خونه ما که آقای خمسه هم هست. بعد فکر کنیم مثلا چیزی دیگه، اصلا سرم داشت گیج میرفت، یه آدمی که پیشگیو ندید تا حالا هیچکیو نمیشناسه این صحبته، یهو مثلا قرار بود آقای خمسه رو ببینیم. بعد تا اون چهارشنبه یعنی کشتم من همه رو دیگه، با یه حالت بی‌تفاوتی هرج میشستم میگفتم که خب برنامه‌مون چه چهارشنبه که من نمیتونم با آقای خمسه قرار دارم، ببخشید دیگه، انقدر به هم گفتم خلاصه اعصابشون خورد شد و هیچ دیگه فیلم ساخته شد. تجربه اون برای شروع تجربه بود که وارد چی که بعدم نانوشون بطور با هم کار کردین دیگه. بله بله، یعنی اونم که حالا وسط این یه فیلم بازی میکنی، چطور شد بازی کردی تو عاشقانه؟ عرض کنم که خب اونم داستانای خودشو داره دیگه، اونم نمیخواستم بازی کنم، نمیدونم چرا از اول وقتی وارد فیلم نامه نویس شدم خیلی خیلی متعصب شدم روی این حرفه، و قبل از اونم یکی دو نفر به من گفته بودن بازی کن، بعد من خیلی صفر میگفتم نه من بازیگر نیستم، من فیلم نامه نویس و اینا. بعد آقای داوود نژاد بهاره رو دیده بود توی فیلم غزال فکر میکنم همچین چیزی، و بهار رو میخواست که بازی کنه. بهار رفت، من اون موقع نامزد بودیم با هم، ازدواج نکرده بودیم هنوز، عقد کرده بودیم فکر کنم، منم باهاش رفتم و بعد رفتیم اونجا، و بعد آقای داوود نژاد گفتش که بیا پسر خودت بازی کن. من گفتم نمیکنم، من فیلم نامه نویسم. هی گفت من هی انکار و این ماجراهای رفتی اومدی و اینا، بعد آخرش چیزه واقعا فکر کنم یه دو هفته طول کشید و من دو هفته میگفتم نه. بعد تا دلم خوشم می اومد واقعا، آقای شکیبایی هم بود و این ماجرا، ولی ما نمیدونم زندیات خسرو هم بود. آره واقعا چه خاطراتی هم باشه. به هر حال چیز شد دیگه، آقای داوود نژاد گفتش که حالا خودت میدونی، ولی این فیلم چیز دیگه، فیلم خیلی عاشقانه است، هر پسری که بازیکن جای تو چیز دیگه، کلی دیالوگای عاشقانه دارم با نامزدت، حالا خودت میدونی دیگه. گفتم نه آقا بنویس قرار داد خلاصه که آره بازی کردیم و با پولش هم عروسی گرفتیم دیگه. فاصله بین در واقع فیلم من زمین را دوست دارم و نانش موتور، فاصله بین دوران قبل از اصلاحات و بعد از اصلاحات چقدر فرق کرد برای نوشتن برای تو حالا که وارد اصلاحات شدی؟ یعنی چقدر ذهنت بازتر شد؟ ببینید قبلش من دو تا فیلم نامه نوشتم، هر دوتاش توی ارشاد اون موقع رد شد، آقا میر سلیم بود فکر میکنم. بله بله بله، هر دوتاش رد شد و من وقتم زیاد میذاشتم رو فیلم نامه ها، و به دلایل خیلی عجیبی هم رد شد، یعنی سیاسی نبود و هیچی نبود، اصلا نمیدونم واسه چی. من یکم سرخورده شدم در حدی که داشتم فکر میکردم که ول کنم کارو اصلا، یعنی از خیرش بگذرم و اینا، که حالا این داستان منتها فکر کنم قبل از نانوشق موتور رزار دختری با کفش کتانی نبود؟ دختری با کفش کتانی قبلش بود. آره آره، از این دختری با کفش کتانی تو اومدی بازنویسی کردی فکر میکنم؟ نه یه نسخه دیگه. تو یه نسخه کامل اصلا نه نه. آره اون جزء خاطرات خیلی خوبه کاریم نیست. آره آره، به خاطر اینکه بازنویسی شد اون، من بازنویسی، من نسخه اصلی رو نوشته بودم و بله بله اون نه، اون وقت نیمه اول دست نخورد، ولی کل فیلمنامه به همون شیوه اپیزودی بود که در واقع این ایستگاه‌های مختلفی که دختره نسخه اول تو نوشته بودی، نسخه دوم یکی دیگه نوشته. بله بله بله. نه اتفاقی هم که افتاد این بودش که دست نخورد، نیمه اولش دست نخورد، منتها اون حالت حالا ایستگاهی که من عرض می‌کنم خدمتتون، یکی از ایستگاه‌هایی که بود چیز بود،
اون جایی بودش که خانم اکرم محمدی نقشای کولی رو بازی میکرد. تو نیمه دوم اون ایستگاه رو توی بازنویسی گرفتن و گستردش کردن و داستان یه شکل دیگه شد و چند تا از دو تا یا سه تا ایستگاه دیگه که من داشتم که حالا یکیش تو فرودگاه بود که این دختره میره تو فرودگاه سالن انتظار فرودگاه و یه دو سه تا چیزی بود که دوست داشتم در واقع اونا از بین رفت، یعنی داستان تبدیل شد به داستانی که تا یه جایی یه کم اپیزودی شکله و از یه جایی به بعد ادامه پیدا میکنه به یه شکل یه کم کلاسیک تر و دوباره در پایان برمیگرده به چیز. اون جا به جا شد یه مقدار و اونو دوست داشتم، منتها خب فیلم خوبی بود واقعا، یعنی که یعنی اون آقای صدرعلی به نظرم دوران اصلاحات نمیشه، بله آقای صدرعلی به نظرم درجه یک کار کرد اونو و چیز. من هنوزم امیدوار هستم که یه فرصتی پیش بیاد که با ایشون کار کنم. به هر حال من فیلم نامه نویس تازه کاری بودم، آقای مطلبی منو معرفی کرده بودن به تو همون اوج بیکاری که داشتم فکر کنم کار رو ول کنم، شانس آوردم و با آقای مطلبی آشنا شدم. ایشون لطف داشتن به من معرفی کردم منو به آقای صدرعلی این دستش. من کار اولم بود و آقای صدرعلی هم اگه خاطرتون باشه قبل از دختری با کفش کتان جنس فیلمنامه هاشون و جنس کارشون این نبود، یعنی کار قبل از دختری با کفش کتانشون احتمالاً قربانی بود به نظر من که یه جور سینمای اجتماعی دیگه ای بود، یعنی به هر حال سینمای دختری با کفش کتانی نبود. ما هر دو تامون یه کمی نگران بودیم در مورد بازخورد این داستان، یعنی من خودم هم نمیدونستم، یعنی خودم نمیتونستم با اطمینان بگم که این فیلمنامه تیکه تیکه که من نوشتم مثلا قراره، حسم بهش خوب بود ولی نمیتونستم اطمینان کنم به خودم و آقای صدرعلی هم طبیعتاً به اونجا. ولی وقتی رفتیم جلو و نتیجه رو دیدیم واقعیتش اینه که هر دوتا مرسیم، یعنی خیلی فکر میکنم که آقای صدرعلی هم الان خوشحال تر بود اگه اون نیمه دوم این اتفاق براش نمیفته. نیمه دوم دختر چیز نانش خوموتو شوخی ها و پیمان قاسم خانی که بعدن شکل میگیره ما کامل تر از من زمین رو دوست دارم میبینیم، یعنی دیگه حالا تو فرصت پیدا کردی خیلی کارایی که دوست داری انجام بدی دیگه. بله بله آره، و فضا هم بهت کمک کرد دیگه، فضای جامعه طبیعتا. بله بله، یعنی که اصلا حال روحیم بهتر بود. بله یعنی ما حال روحیت به خاطر فضای جامعه بود دیگه. بله فضای جامعه و آزادتر شده بود همه چی، یعنی من فیلمنامه نویسی که مثلا دوتا کار قبلیم به یه دلایلی رد شده بود که واقعا بی‌معنی بود، یهو می‌دیدم که میتونم مثلا دختری با کفش کتانی رو بنویسم و مثلا توی نان و عشق و موتور رضا شوخیایی بکنم که تا قبل از اون حتی فکرشو نمی‌کردم. اتفاقای خوبی بود، دوران خوبی بود در واقع. یعنی دوران خب حالا اینجا وسطش وارد تلویزیون میشی، اون حال کاری اول تلویزیون دو کار ندارم، ولی چطوری با مهران مدیری آشنا شدی و چطوری وارد کار مهران مدیری؟ ببینید هم یه تماس تلفنی بود از طرف محسن چگینی فکر میکنم و برادران گلیان که ما میخوایم یه کاری را بندازیم پاورچین. ایده ای بود که مهران داشت در مورد یک جنسی از کمدی روشنفکرانه و مشکلات یه زوج مال طبقه متوسط یکم به بالا و حالا داستانای اینا. الان خاطرم نیست ولی فکر میکنم 10-12 قسمت اول پاورچین اصلا ماجرا، شاید حتی بیشتر نمیدونم، اصلا ماجرای برره‌ای در کار نبود و ده دوازده قسمت خوبی بود واقعا، خودمون میخندیدیم ولی هیچ اتفاقی تو جامعه ایجاد نکرد و هیچ پدیده‌ای قرار نبود بشه اینا، تا این داستان برره رسید به فکر ما و درستش کردیم و بعد از اونجا و جواد رضایی. چگینی تو از کجا از سناریوهات شناخته بود تو رو دیگه؟ بله دیگه فکر میکنم همین بود قاعدتا دیگه، وگرنه برای چی تماس گرفتم؟ آره سناریوهات شناخته بود دیگه. بله. و تو شدی به سرپرست نویسندگان سری؟ ببینید همچین اسمی وجود نداشت اون موقع، یعنی سرپرست نویسندگان اولین باری که نوشته شد توی یه جایی فکر میکنم تو پاورچین بود، یادم نمیاد که من جای دیگه دیده باشمش. من بودم و مهراب در واقع دوتایی، یعنی من بودم سرپرست مهراب ولی بعد چیز بود تعداد قسمت ها قرار شد بره بالا، یعنی 100 و نمیدونم 30 تا اینطورا بود آخرش پاورچین. یه سری از دوستان اومدن و کمک کردن و قسمت هایی به هر حال خوبی نوشتن. تو انتخاب کردی دوستان یا خودشون، یعنی بچه های یا تایید کننده بهت اینا رو معرفی کردن؟ چیز
یادم آقای ناظر فصیحی رو چگینی معرفی کرد بهم که اومد و کار کرد و چیز ذهن دیوانه خوبی داشت و نامنسجم البته، ولی چیز بود، استعداد درجه یکی بود و نمیدونم الان کجاست چی کار میکنه، مدت هست خبر ندارم ازش. و چند نفر دیگه اومدن همینجور تک قسمت، یادم منصور ضابطیان فکر کنم دو سه قسمت برامون نوشت. و به هر حال بچه‌ها چون از مثلا توی فضا نبودن خیلی، یعنی وقتی هم می اومدن می نوشتن مثلا به عنوان یک نویسنده مهمان یک کمی کار می برد متنشون، یعنی که تا بیاد توی اون فضای مثلا حالا یه جوری ابزورد چیز پاورچین جا بیفته. به هر حال یعنی اصل ماجرا با وجود نویسنده مهمانی که داشتیم من و مهراب بودیم که مهران طرحو داد بهتون، درسته؟ ترمان مهران بود دیگه. نه خیر، نه، طرح اون اولیه که دوتا یه زن و شوهران مال مهران بود. اولین ایده‌ای که مهران داشت چیز بود، یه داستانی بود به اسم قصه های عجیب، نمیدونم، یه همچین چیزی که میخواست داستانا رو توی دو شکل ببینه، یعنی که مثلا یه داستانو یه شکل روایت کنیم بعد یه شکل دیگه. فکر کنم یکی دو قسمت اونجوری گرفتیم ولی چیزی به فکر ما نرسید، چیزی به فکر مهران هم نرسید، چیزی نشد. برره نه برره مال من و مهراب. این لحن ابزرد و این لحن شوخی ها و اینا از تو میاد از مهران میاد؟ ببینید به هر حال از متن شروع میشد ولی ساختن فضای ابزرد کار هر کسی نیست و مهران اون فضا رو درست کرد و ابزردترش میکرد، یعنی که ما بسته رو به مهران میدادیم و مهران پاس گل رو میگرفت و بهترین گل ها رو واقعا میزد دیگه. یعنی ما همونقدر که مثلا اون بسته رو فراهم میکردیم میرفتیم نتیجه کار رو میدیم کار واقعا دیوانه تر از اونیه که ما نوشتیم و این به ما ایده میداد و ما دیوانه تر میشدیم. یعنی اصلا چیز بود، یه بدبستون درخشانی بود که توی حتی اون سریال بعدیش که بیشترم گرفت، توی شبهای بررم، این واقعا اتفاق نیفتاد. به نظرم دیوانه ترین دوران زندگیمون بود پاورچین. یعنی میشستیم با مهراب اختراع میکردیم، مثلا غذا اختراع میکردیم، یه سری اسمای عجیب در میآوردیم و خودم شب همینجوری قشقش بهش میخندیم، میگفتیم ها اسمش چی بذاریم؟ نوچوفسکو. و مثلا پس فردا همه مردم ایران یهو داشتن میگفتن نوچوفسکو. خیلی جالب بود. بعد مثلا شکل غذاها رو روی وایت بورد میکشیدیم، بعد میدادیم مهران، بعد مهران میرفت اون کارهای دیوانوار رو میکرد با اینا و مثلا اون رقصه و مثلا خیلی از چیزا رو. مثلا فرض کنید زبان برره‌ای، خب اون ماجرای صرف فعلش و اینا به هر حال نوشته شده بود، ولی از اونور جواد رضویان و مهران با هم شروع میکردن به چرت و پرت گفتن و میرفتن و ما خودمون بداهه میرفتن، آره، یه چیزایی تو زبانه رو میرفتن بداهه و عالی بود دیگه. یعنی وابستگی به متن خیلی زیاد بود ولی وقتی میرفتیم به سمت برره دیگه کار کاملا چیز میشد. اون شخصیت دروغگوی رزل و پاچخار مهران از تو میاد از خودش اضافه شده بچه؟ نه، اون مشخصا دقیق نوشته شده بود. ببینید اون اصلش از چیز میومد، من علاقمند بودم که یکم شخصیت های دروغگوی رزل داشته باشیم توی کارمون و اولین دروغگوی رزلی که نوشتم من توی سریال هتل، نه توی سریال خانه ما بود، مال آقای کرامتی که سریال خوبی هم شد، من دوست داشتم اونو، که یه پسر کوچیکی داشتن که الگویی که من ازش داشتم بارت سیمسون بودیم، مال پسر خانواده سیمسون، یه رزل کامل بود که مثلا یادم توی یه قسمت وقتی میفهمید که انگار عوض شده و پدر مادرش آدمای پولدارتر این از پدر مادری که بزرگش کردن، اصلا از اونا خوشش میومد، یعنی که مثلا دوستش که بره یه همچین چیزی. این اون شخصیتی بود که ما خیلی حرف داشتیم، خیلی بحث داشتیم در موردش با تلویزیون و میگفتن که خب این آدمای مثلا به این رزلی خب به هر حال خوب نیست نشون دادنشون، ممکنه الگو بشن این صحبت ها، ولی توی اون ماجرا با ما کنار اومدن و بعد در واقع اون منو برد به سمت حالا شخصیت یکم رزلتر و فیلم، اصلا سریالی که آدماش اساسا روابطشون بر این اساس هست، همه به فکر منافع خودشونن قبل از همه چیز و برره از این در اومد. در واقع فکر میکرد یه شخصیت رزل پاچه‌خوار دروغگو اینقدر محبوب بشه تو جامعه؟ طبیعتا من اینو، یعنی اگه قرار بود که محبوب نشه اصلا نوشتنش صحیح نبود. میدونی اصلا اصل هنر ماجرا اینه که طرفو رزل دوست داشتنی بکنی، وگرنه یه آدمی که بخواد که مثلا
همش به فکر منافع خودش باشه، در این حال به همم آسیب برسونه و این ماجراها، یعنی اگه خودش نقطه ضعف نداشته باشه، خودش مشکلات نداشته باشه و اینا، این به نظرم میاد که آدم جذابی نمیشه. نیت از اول نوشتن همین شخصیت، یعنی فکر کردی که خواسته جامعه امروز چنین شخصیت رزی رو میپذیره؟ حتما. ببینید آره، ما جامعه اون روز البته منظورم، آره یعنی اون موقع تلویزیون به نظرم میادش که الان چیزی که من خاطرم هست خیلی دقیق نمیدونم، ولی یادمه که مثلا سر خانه ما و اینا تا قبل از اون همچین کاراکترایی یا نبودن تو تلویزیون یا خیلی کم بودن، چون ما به شدت سر جا انداختن این بچه و رفتاراش چیز داشتیم، مشکل داشتیم که مثلا بتونیم بگیم که ما یه بچه‌ای با این مختصات داریم تعریف میکنیم که بچه خوب خانواده نیست، بچه مؤدب نیست، شیطنت میکنه، درس نمیخونه، همه این چیزا. و بعد از اون فکر میکنم یه مقدار بازتر شد و اجازه دادن ما رزلای دوست داشتنی خودمون رو بسازیم دیگه. بعد به شما تو طبقه متوسط بودیم، به شوخی‌ها با طبقه متوسط بی‌نظیر بود، اما طبقه متوسط بیرون اومدین، رفتین تو طبقه برره و یه جور دیگه. این اجباری بود که به شما کردن که از طبقه متوسط به خارج چین، یا خودتون دیگه برره رو دوست داشتین؟ نه خودمون، این چیزه داستان برره انتخاب خودم. البته خودت مسکی چه گفته بودی قصه عزیز نسیم برره مسکی؟ نه نه، عزیز نسیم مال مرد هزار چهره است. مرد هزار چهره است. بله، پس بله. اون بالا پایینیا، بالا رودیا، پایین رودیا، اونو نخوندی تو عزیز نسیم؟ نه نه. آه، یعنی اون از مال مرد هزار چهره است. بله بله. آره. آره. ما پخ پخمه بود فکر میکنم از اون مرد هزار چهره. من اینو البته توضیح بدم که ساختمانش در واقع از روی داستان عزیز نسیم بودش، نه هیچ کدوم از موقعیت. یعنی من یه داستان عزیز نسیم رو خوندم، یادم بود فکر میکنم اسمش پخمه بود، که یه آدمی هستش که درگیر حالا مشکلاتی میشه که تو هیچ کدومشون خودش در واقع تصمیم گیرنده نیست و هی توی جاهای عوضی قرار میگیره و اینا، و گفتم که آقا بر اساس این چارچوب بریم، مدیری توی موقعیت‌های اشتباهی، و هیچ کدوم از اون موقعیت‌ها موقعیت‌های داستان عزیز نسیم نیست در واقع، یا شاید یکیشون هست نمیدونم، ولی به هر حال این فیلمنامه از چارچوب اون برداشته شد، یعنی فیلمنامه اقتباسی نبود. کار به مهران بودی چی به اضافه کرد؟ از مهران میدونی چی آموختی؟ عرض کنم که ببینید مهران، من بارها گفتم، یعنی بهترین شوخیایی که من نوشتم و مهران اجرا کرده و بهترش کرده، یعنی من بارها شوخیایی داشتم که نتیجهش رو تلویزیون وقتی رو کاغذ میخونیم قشقش میخندیم، ولی نتیجهش بدتر بود. مهران اضافه میکرد به ماجرا، مهران کار رو بهتر میکرد و واقعا ما هر دوتامون داشتیم با هم رشد میکردیم. ولی خب فضای کمدی تا حدودی فانتزی مهران، فضای ذهنی فانتزی که داره، که به هر حال یعنی فاصله گذاری همیشه هست با تماشاگر، فکر کنم توی این کارهای اخیرش هم هست، من آخری ها رو ندیدم، ولی فکر کنم که این فاصله گذاری همیشه بوده برای مهران. اون سبکی نیست که من همیشه دلم بخواد دنبال کنم، یعنی یه وقتایی جذاب هست مثل همین کاری که کردیم با هم برره و این ماجره ها، ولی یه وقتایی مثلا من جنس کمدی رئالتر رو میپسندم یا هر شکل دیگه، ولی توی اون فضای خاص خودش به نظرم مهران با متن خوب بی رقیب بود. اختلافتون سر چی بود؟ دیگه چیز بود دیگه، حرف مشترک کمتر داشتیم واقعیتش، و جنس کارهایی که داشتیم میکردیم با هم خیلی چیز نبود، خیلی فکران نزدیک هم نبود. بعد من دلم میخواست توی سینما کار کنم و بارها پیشنهاد کردم به بچه ها که به آقایون گلیان، برادران گلیان و مهران، که بیاید مثلا بریم طرف سینما اینا، علاقه نداشتن دیگه. یعنی موقعی که من جدا شدم و رفتم سینما، بچه ها اومدن اینور و رسانه خانگی رو در واقع راه انداختن با قهوه تلخ و اینا. من اون کار رو دیگه خستم، سریال خستم کرده بود کلا، دوست داشتم. اختلاف خستگی بود یا هر دو تون فکر میکردین از هم جدا شدین؟ نه، من خیلی وقت بود، یعنی از دو تا کار قبل از اینکه ما جدا شیم، از قبل از مرد هزار چهره و باغ مظفر، من هر دفعه میگفتم که من میخوام برم و اینا، و حالا هی چون در واقع دوستان بودم و میخواستن کار کنم و فکر میکردم که اگه من
برم به هر حال کار لنگ میمونه و ممکنه که انجام نشه و اینه. به خاطر همیشه میخواستم که در واقع مستقل باشم و برای خودم اون کاری که دوست دارم کار کنم اینه، و دیگه خیلی زیاد تبدیل شده بودیم به یه خانواده میدونید، و اینه اینکه همه ای کارها رو قرار بودش که با هم بکنیم و اینه. این چیزی نبود که من برای خودم دارم. مهران که نمیخواست تو برید، دوست داشت بمونی تو. ببینید مهران دوست داشت به هر حال بمونم و بعدن هم مثلا پیشنهادهایی بود و منم واقعا یه مدتی دوست داشتم که برگردم، ولی بعدن یه اتفاقایی افتاد که عملا راه برگشتی خیلی در کار نبود دیگه. اتفاقا شخصی بود؟ بله بله. آره ترجیح دادیم که دوست بمونیم و چیز دیگه. آره حالا میگم واقعا چیز خاصی هم نیست، هنوزم سلام علیکمونو داریم با هم و همه چی هم خوب و خوشه و امیدوارم که تو براش موثر بودی و در رشد سریالاش موثر بودی و نبود تو میتونه ضعف ایجاد کنه. اون اعتقاد نداری؟ من نمیدونم قاعدتا، یعنی با هم مثلا از این بحثا نمیکردی هیچ وقت؟ نه یادم نمیدونم واقعا چیز ماجرا مال مثلا نمیدونم 10 12 سال پیشه منتها. آره. چیز دیگه اسم مهران همیشه رو پیشونی من هست دیگه، یعنی هر جا میرم باید در مورد مهران یه توضیحاتی بدم دیگه. نه من واقعا آرزوهای خوب براش میکنم، امیدوارم که این فیلمش ندیدم هنوز، امیدوارم که خیلی زیاد بفروشه و موفق بشه. به هر حال صاحب سبکه و حق داره به گردن کمدی. وقتی میگی صاحب سبکه منظورت چیه؟ همین سبک میگم حالا یه مقدار ابزورد فانتزی فاصله گذاری خاص مهران مدیری. شوخی ها مال توه؟ بله. تو سریال معمولا بیشتر شوخی ها مال توه. بله. چون نشانه هاش هم من الان دارم در فیلم هم میبینم شوخی ها رو، ولی اون لحن مال اونه دیگه. بله. لحنم برای بله سبک. بله بله. ببینید میگم مثلا الان خاطرم نیست، ولی مثلا ما دیالوگای فرض کنید اون طغرل و اون شخصیت که هادی کاظمی نقشش رو بازی کرد توی ژاندارمری تو برره، خب اون مثلا دیالوگای دیوانواری بود، نوشته میشد و ما میخوندیم میخندیم، ولی بعد دوربین رو میذاشت جلو و اون دوتا اجرا میکردن و یهو فضا دیوانه تر بود میدونید، یعنی که یک چیزی اضافه میکردن به کار این جمع و مهران مدیری به عنوان حالا چیز مثلا کارگردان کار، که من احساس میکردم که چیز چقدر بهتر شد این کار، چقدر یعنی اون فاصله گذاری برای اون کاری که ما میکردیم به نظر من درخشان بود و میگم جزو دورانای خوب و خیلی پربار خودم بود که اصلا پاورچین و برره به نظر من بهترین سریال های کمدی تلویزیون هم به تکرار نشدن اصلا. بله بله برای خودم هم تکرار نشدن واقعا، یعنی در تلویزیون تکرار نشدن، بعدن هم برای مهران مدیری هم تکرار نشده، یعنی در واقع احتمالاً دیگه، یعنی اصلا بله. دوتا موندن، یعنی به عنوان دو تا سریال بسیار ناب کمدی موندن. خیلی هم دردناکه دیگه، آدم یه رکوردی از خودش میذاره بعد دیگه زورش بهش نمیرسه. چیز بعدی هم نه، خب شرایط موثر خود آدم ها موثرن. من اینو بهتون بگم دیگه، ما سر پاورچین دستمون خیلی بازتر بود و دست برره دستتون بسته تر، برره هی بسته و بسته تر شد تو پاورچین. خوردیم به دوره احمدی نژاد برره دیگه. آره یا نه آخر دوره اصلاحات فکر کنم، نه فکر کنم باغ مظفر خوردیم به دوره احمدی. آره. ولی توی پاورچین من آدم ناشناسی بودم در واقع، و ما وقتی شروع کردیم به نوشتن اعتماد داشتن به اون، بعد ما خیلی چیزای برره، خیلی چیزای پاورچین سمبولیک بود دیگه میدونید، یعنی یه شوخیایی داشتیم که از انواع شوخیای سیاسی بگیرید تا حالا شوخیای نیمه جنسی و ماجراها رو ما چیزای سمبولیک براشون گذاشته بودیم و خیلی هم بامزه بود. بعد از یه جایی به اونور گفتن اینا خیلی دارن یواشکی کارای میکنن اینا، در نتیجه تو برره چهارچشمی مواظب بودن و خیلی اختارایی کردن به ما و خیلی، یعنی میومدن متن میخوندن خط میزدن یا حذف میکردن. ببینید میخواستن که حذف بشه و به هر حال متن رو میخوندن. برخورده تو چیز، برخورده توی تلویزیون، توی مثلا حالا آقایون شورای مثلا، نه نه نه، اون کسی که مثلا بالا سر کاره، ناظر کیفی برخوردهای اون دوستان خب همیشه خیلی خوب و خیلی محترمانه بود و از این موزه که به هر حال ما با شماییم ولی اینا ممکنه که داستان درست کنن. اصل ما به هر حال حواسمون بود و تا حدی تعامل میکردیم باشون دیگه، یعنی اونا یه چیزایی رو میگفتن ما سر یه چیزایی میجنگیدیم، میگفتیم که خب این کارو نکنیم، این کارو نکنیم. ساعت برره اونقدر به سانسور نخورد و اگرم مثلا سانسورهایی بودش توی
چیز بود توی پخش بود، پخش در واقع بیشتر بود تا توی متن. ما تلاشمون رو می‌کردیم توی متن که برسیم به اون چیزی که هست و سانسورای خیلی وحشتناکی اتفاق نیفتاد. بعد وقتی جلوتر رفتیم ماجرا حساس شد و گفتن که آقا شما تو باغ مظفر به جای تو باغ مظفر که بدترین شرایط بود، باغ مظفر علنا از ما خواستن که یه کار بی خاصیت تحویل بدیم، یه کاری که به هیچ جا نزنه. ما هم یه چیز نوشتیم که به هیچ جا نزنه و از توی اونم تعابیر غریبی در اومد که اصلا یعنی فکرشو نمی‌کردیم که این تعابیری در بیاره. آره که اون آقایی که مثلا دست راسته، منظورتون جناح راسته، این آقایی که خونش دست چپه جناح چپه، این که حافظه کوتاه مدت نداره، منظورتون اینه که جناح راست حافظه تاریخی نداره. فرما همجی مونده بودم تو حافظه تاریخی چی دارید میگید اصلا شما دیگه؟ یعنی هر چقدر ما اونور حرفای سمبولیک میزدیم و حواسشون نبود، اینور ساده ترین حرفا رو هم که میزدیم از توش یه چیزایی برداشت میشد که مطلقا منظورمون نبود و گرفته شد. هفته تو قسمت ریویو فیلم‌های خارجی می‌خوایم درباره گت اوت، برو بیرون، جردن پیل صحبت بکنیم. در حقیقت مهمترین عناوین سال، یعنی عناوین چند ماهه اول سال و در حقیقت یکی از پدیده‌های امسال سینمای جهان که کسی انتظارش رو نداشت، با هزینه خیلی اندک ساخته شد اما در این حال خیلی مورد توجه منتقدا قرار گرفت، به فروش استثنایی توی باکس آفیس رسید با وجود اینکه بودجه خیلی کمی داشت. این فیلم گت اوت، برو بیرون، جردن پیله. یه فیلمی که در حقیقت یه فیلم هارور. امسال ما دو تا فیلم هارور مهم داشتیم تا اینجا، یکی همین گت اوت، یکم فیلم را خام ساخته جولیان دوکورنو که فیلمساز فرانسوی بلژیکیه. منتها این فیلم آمریکاییه، جریان اصلیه که میشه به صورت کلی‌تر بیشتری دربارش صحبت کرد به خاطر اینکه تعداد بیشتری از تماشاگرای دیدن. اون فیلم خام فیلم خاص‌تریه. گت اوت کارگردانش جردن پیل، یه بازیگر سیاه‌پوست، بازیگر رنگین پوسته که خب سال‌ها توی این سیتکام‌های معروف آمریکایی بازی می‌کرده و این اولین فیلمشه که ساخته شده. فیلم در داستانش یادآور اون فیلم معروف استنلی کریمره به اسم حدس بزن چه کسی برای شام میآید، با بازی اسپنسر تریسی، کاترین بون، کاترین راس و سیدنی پواتیه. در حقیقت داستان اصلی این فیلم هم باز یادآور همونه، یعنی داستان یه دختر سفید پوستیه که توی رابطه، توی انگیجمنت، توی نامزدیه با یه پسر در حقیقت سیاه پوست، رنگین پوست و قرار میشه که اونو به خانواده‌اش معرفی بکنه تا این در حقیقت نقطه عطف رابطهشون باشه که اونا بتونن حالا ازدواج بکنن و تشکیل خانواده بدن. فیلم استنلی کریمر سال 1968 ساخته شده بود تو اوج این بحث‌های تبعیض نژادی و اینها و فیلمی بود که اساساً تمرکزش و فوکوسش روی همچین مسئله‌ای بود. اینجا وقتی که دختر آلبا بازی آلیسون لومان، یکی از دخترهای سریال گرلز شبکه اچ پی او ساخته لنا دانهام، وقتی با این پسر سیاه‌پوست وارد خانواده‌شون میشن، وارد خونه‌شون میشن، یه سری اتفاقای عجیب میفته و کم کم فیلم تبدیل به یه چیز در حقیقت هیولایی عجیب غریب میشه که در حقیقت توی این بخش یا توی این قسمت یادآور فیلم سکنز یا دومی های جان فرانکنهایمر هستش، ساخته شده سال 1965. داستان آدم هایی که انگار کالبد آدم دارن، قیافه آدم، جسم آدم، هم رفتار آدم، ولی آدم نیستن، یعنی یه جور آدم تقلبی هن، فیک هن، جعلی هن، مردن و حالا توی شکل عجیبی توی یک مدل ماورایی و حالا فانتزی یا متافیزیکی اونها در یه کالبد دیگه قرار گرفتن یا تو هم کالبد خودشون فرصت اینو پیدا کردن که عمر بیشتری داشته باشن. میگم یه فانتزی غریبیه که هم میتونه سویه خیلی ترسناک داشته باشه، هم میتونه سویه فانتزی کمدی پیدا بکنه که هم توی سکندز فیلم جان فرانکنهایمر و هم اینجا توی گت اوت در واقع اون سویه ترسناک مد نظر فیلمساز بوده. توی این بخش دومه که عملاً همه اون استعاره ها، همه اون بحث های نژادی که خب الان توی جامعه آمریکا دوباره زنده شده، اساساً بحث‌های نژادی تو جامعه آمریکا همیشه زنده است، منتها مدتی با توجه به حالا اتفاقاتی که میفته در حاشیه میره و دوباره سر یه سری اتفاقاتی که میفته تبدیل به بحث اصلی میشه. حالا با توجه به اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده، به خصوص اینکه ایالات متحده آمریکای رئیس جمهور رنگین پوست رو تجربه کرده، طبیعیه که حساسیت، تمرکز یا آزار و اذیت‌ها نسبت به رنگین پوست‌ها بیشتر بشه و گت اوت همینجور واکنشه نسبت به فضای تبعیض نژادی وحشتناکی که دوباره توی سال‌های اخیر توی آمریکای ایالات متحده شکل گرفته. توی بخش دوم، یعنی عملاً جایی که ما میفهمیم اینا یه خانواده غیرعادی هستن، یه خانواده‌ای با توانایی‌ها و
ایده ها و ویژگی های عجیب غریب هستن، فیلم عملا همه اون چیزهای نژادی شو، یعنی حساسیت هایی که روی مطرح کردن مسائل نژادی داره، تبدیل به یه فیلم هارور میکنه، تبدیل به فیلم ترسناک میکنه. خیلی جالبه، اونم از یک فضای واقعی، از یک موضوع واقعی میره توی یک فضای فانتزی که حالا انگار سفید پوستا سیاه پوستا رو به عنوان برده گرفتن، دارن اونا رو استثمار میکنن، پدرشون رو در میاره و اونا رو تبدیل به یه سری موجودات بله قربانگو میکنن که بتونن به راحتی ازشون استفاده کنن و کاراشون رو پیش ببرن. فیلم خیلی خاصیه، از اون فیلم هاست که به هر حال تماشاگر باید به یک میزانی آشنایی به تاریخ سینما داشته باشه، این فیلم هایی که نام بردم رو دیده باشه، یا حداقل با این بحث ها یا با این داستان ها یا با این موقعیت ها توی تاریخ سینمای آمریکا آشنایی داشته باشه و در این حال علاقمند یا دلبسته فیلم های هارور هم باشه و در این حال تماشاگر صبوری هم باشه، اون بخش یه خورده زیادی یا ملودرام یا خورده خسته کننده و وراج نیمه اول فیلمو تحمل بکنه تا فیلم وارد فضای دهشتناک و غریب بخش دومش بشه و اون موتیفی که پسر سیاه‌پوست رنگین پوست ما توش می‌بینیم، انگار توی یک قبری قرار گرفته، انگار توی یک تلسمی قرار گرفته، این تصویر ایماژه که هر چند دقیقه توی نیمه دوم تکرار میشه و اساسا اون ایماژ یا تصویریه که تماشاگرای فیلم گت آوت رو باهاش به خاطر میارن. میگم جزء پدیده‌های امسال سینما آمریکا است، چون با هزینه اندک به یک بودجه، یعنی بودجه خیلی اندک به یک فروش خیلی بالا رسید. خیلی فیلم تماشاییه، حتما تماشاش بکنید. و نکته که هنگام تماشاش ازتون میخوام که بهش توجه بکنید همین ایماژ است، همین تصویر است، همین آدمی که انگار تلس شده توی یک در حقیقت چیزی قرار گرفته، توی یک لعنتی یا توی یک نفرینی قرار گرفته، توی یک نفرتی قرار گرفته که خلاصی یا رهایی ازش غیر ممکنه و حالا این مسیری که این شخصیت سعی میکنه از این تلس خودش رو رها بکنه تا پایان فیلم که فکر میکنم حدود 30-40 دقیقه میشه، تماشایی ترین و بهترین دقایق نه خود گت، نه فقط گت آوت، که تماشایی ترین دقایق فیلم هایی که امسال توی سینمای جهان یا حالا سینمای آمریکا داشتیم رسیده و تماشاش. مهران مدیر تو زندگی کاری تو مؤثر بود؟ قطعاً بله. پس چرا تو این مصاحبه گفتی من شما تلفن چه دیگه ندارم؟ خب ندارم آخه. نداری واقعا؟ نه واقعا ندارم. خیلی لحن خاصیه. یه لحن اینه که آدم کسی دوست نداره دیگه شما تلفنشو نداره. ببینید ما به هر حال چیز دیگه بی‌تعارف دوستای صمیمی هم نیستیم. یعنی که ارتباطی با هم نداریم و آره من به این دلیل نمیدونم حالا سوال چی بود که من گفتم شماره تلفنشو ندارم. میگوری صحبت کردی که یعنی من اصلا ارتباط ندارم شماره تلفنشو ندارم. نه ارتباط من لحن خیلی خوبی نبود اصلا. من آره 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 یعنی من اصلا انسان نشم، چون به هر یه دوری آدم دوری موفق الان لحنم خوبه الان که داری لحنت خیلی خوبه. آره نه منظوری نبود اونجا واقعا، یعنی این شکلی بود که نمیدونم شاید سوالش بود که من در جوابش چرا نه سوالو که میلان مدیری بود من سوال خیلی تو حافظم نمونده من جواب تو رو یادم مونده شاید یه سوالی درباره تلفنش بود من گفتم ندارم نه واقعا نه ارتباطی نداریم. آقای پژمان جمشیدی روی خط هستن، صدای منو میشنوی آقای جمشیدی؟ بله جان جلدانی سلام عزیزم، خسته نباشید. من جوابو پیدا میکنم. من سلام عرض میکنم. پژمان بسیار عالی بازی کردی تو خوب بزش. خوب بجلد. من میگم خوب بزش. خوب بجلد عالی بازی کردی، بی‌نظیر بازی کردی، درجه یک بازی کردی، به تبریک میگم. یکی از بازی‌های بسیار خوب فیلم، البته طرف مقابلت هم خوب بازی کرده. و همه خوب بازی کردن ولی تو خیلی 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 خوبی. حالا ما نیومدیم راجع به بازی صحبت کنیم، ما خودت بعداً میاریم. الان میخوام راجع به پیمان صحبت کنی. آره یعنی تو پیمان برای ما تحلیل کن. من خدمت شما اولا میگم سلام کنم به پیمان، به همه بینندگان عزیز و محترمتون. خوشحالم با شما دارم صحبت کنم جناب جهرانی و ممنونم که از بازی من تعریف کنید، برای من افتخاریه. پیمان قاسم خانی، من سال 81 ابتدا با خانم رهنما توی یک مراسمی آشنا شدم، موقع من بازیکن پرسپولیس بودم و همیشه هم گفتم یکی دو سه تا آدم که خیلی دوست داشتم از نزدیک با زندگیشون و با خلقیاتشون آشنا بشم، یکیشون پیمان قاسم خانی. این مطلب به خانم رهنما گفتم و ایشون منو یه شب دعوت کرد منزلشون به صرف شام و من رفتم و رفتن من همون رو دوستی من پیمان در این 14-15 سال که حتی یک روز هم خدشه بهش وارد نشده و هر وقت هم با همین بیشتر راجع فوتبال صحبت میکنیم. حالا البته بعد از این سریال پژمان و ورود من به این عرصه
دیگه مجبوریم سر کارهایی هم که میکنیم با هم حرف بزنیم، ولی تا قبلش واقعا ما فقط سر فوتبال حرف میزدیم. برخلاف چیزی که همه فکر میکنن، ما نشستیم یه برنامه‌ریزی دراز مدت کردیم، من پیمان منو بیاره تو سینما، ولی ما فقط راجع به فوتبال بیشتر بوی این میومد که من پیمانو ببرم فوتبال، ولی برعکس شد. آره واقعا بیشتر با هم فوتبال بازی میکردیم. آره خب بعد و آدم‌های معروف معمولا از دور قشنگ‌ترن. پیمان قاسم‌خانی جزو معدود آدم‌هاییه که از نزدیکش از دورش هم قشنگ‌تره، یعنی یک روح بزرگ بدون عقده با اعتماد به نفس درجه یک و همیشه پایین‌تر از چیزی که هست خودش رو می‌بینه و این به نظر من خصوصیت آدم‌های بزرگه. من به عنوان کسی که خیلی سال‌ها مخاطب سینما بودم و هنوزم خودم رو بازیگر نمی‌دونم واقعا و هنوز سینما رو به صورت جدی دنبال می‌کنم، یادم نمیاد آدمی به تاثیرگذاری پیمان قاسم‌خانی در سینما باشه برای آشتی مخاطب با سینما منظورمه. و تمام کارهایی که کرده، به جرأت میتونم بگم تمام کارهایی که کرده چه در تلویزیون و چه در سینما، جزو پرمخاطب ترین کارها بوده و به نظر من این رسالت یک آدمی تا کار هنری میکنه و کار هنری برای مردم و مردم باید اون رو ببینن و فکر میکنم موفق ترین آدم در عرصه سینمای ما به خصوص در عرصه فیلمنامه نویسی پیمان قاسم خانیه و من خیلی خوشحالم اول از اینکه باهاش دوستم، برای من افتخاریه و دوم اینکه کارهای موفقی که کردم همش نوشته پیمان بوده و حالا خوب بجاست هم که افتخار داشتم اولین کارگردانی جلوی دوربینش برم. مهمون شام مهمون من امشب میام دنباله. پشمن راهنمایی پیمان چجوری بود سر صحنه؟ چجوری تو راهنمایی میکرد اون صحنه های کمدی رو بازی کنی؟ والا من که همیشه بهش میگم، میگم تو منو متولد کردی و دیگه بعد بزرگی هم کنی، به منو وارد یه عرصه کردی که کلی هم مخالف دارم و دیگه بعد مواظب من باشی. ولی من در همه کارهای هنریم با پیمان مشورت میکنم، حتی تئاترایی که میخوام برم حتما متناش رو یه خطی اگر نخونده باشه نمایشنامه رو براش تعریف میکنم و نظراتش رو میپرسم و همیشه هم واقعا به من کمک کرده، حتی زمانی که خیلی سرش شلوغ بوده. در مورد بازی، ما تنها چیزی که در خوب بجز خیلی بهش توجه کردیم و خیلی جاها پیمان مواظب بود پشت مانیتور این بود که کمتر شبیه پژمان سریال بشه و پخته تر باشه و با یه بازی جلوتر و یکم فرهیخته تو خالی، یعنی ما پژمان خوب بجز رو یکم فرهیخته تر کردیم ولی کاملا بی سواد، ولی ما تو پژمان کاملا یک آدم خنگ لوده رو داشتیم که هنوز دایره هنرمند بودن نداشت و هنوز در اون حال و هوای فوتبالیستی بود و این تفاوت رو پیمان خیلی مراقبت میکرد، حتی تو میمیک صورت و اینا اگر یه جایی از دست در میرفت حتما نگه میداشت و یه برداشتی دیگه میگرفت و به نظر منم خیلی کمک کرد، یعنی من تمام تلاشمو کردم که پژمان خوب بجز شبیه پژمان سریال پژمان نباشه. مرسی، متشکرم به آقای جمشیدی، انشالله که موفق باشی. زنده باشی. و فیلمتون که فروخت توی شبکه ویدیو ام بفروشه بیشتر از زمان سابق و ممنونم که اومدی و صحبت کردی. برای من افتخار بود تو برنامه شما اومدم و با شما صحبت کردم. آقای جرودی متأسفانه شما هستیم. خلاصم خدمتش میام نزدیک شما رو ببینم. پیمان پس برای شما زودتر بیاد دیگه. شما آره. حاضر شو بیام. باشه شب بخیر. خدا نگهدار. ببین من هم فیلمنامه مارمولایی که دوست دارم، هم مکس رو دوست دارم، هم نقاب رو دوست دارم، هم سن پترزبورگ دوست دارم، هم ورود آقای ممنوع رو که همه هم اعتقادم فیلمنامه خوبی هست. اما میخوام الان بیشتر راجع به فیلم خودت که کارگردانی کردی صحبت کنم بره. چون در واقع اگه بخوام راجع به اونا صحبت کنم خیلی طولانی میشه و راجع به اونا هم تو به فیلم های مختلف صحبت کردی، حالا بعدا یه چیزی به انتها بخواهم پرسید. ایده این که آدم های واقعی رو بیاری توی یک داستان تخیلی و آدم ها واقعی باشن، اسامیشون واقعی باشه و داستان تخیلی باشه، از کجا آمد؟ چه جوری بزنید؟ خب این اول از سریال پژمان اومد و سریال پژمان هم به هر حال بر اساس زندگی خود پژمان جمشیدی بود و همونجور که پژمان گفت ما سالها با هم دوست بودیم. من اولین باری که پژمان رو دیدم توی باشگاه انقلاب بود، به خودش گفتم چیز بود، یه دونه BMW کورو که خیلی خوشگل داشت و بعد منم پرسپولیسی یه جوری دهن باز نگاش کردم کیف کردم. یعنی من پژمان رو از اون دوران اوجش دیدم تا دورانی که حالا تیم عوض کرد و
افول کرد و بعد به تدریج مردم کمتر و کمتر شناختنش تو خیابون و تمام این مدت من همراهش بودم و میدیدم همه اون داستانایی که حالا شما به نوعی کمدیشو توی سریال پژمان دیدید ما جدیشو شاهد بودیم و جدیش به هر حال تلخ بود دیگه و بعد خودش هم یه داستانی تعریف میکرد که من بهش گفتم پژمان اینا رو یادداشت کن، واقعا این ممکن هستش که یه موقع یه فیلم بامزه‌ای توش در بیاد، که یکی از چیزایی که تعریف کرده بود این بود که یه روز رفته بانک و هیچ وقت این کارت شناسایی نمیبرده و توی بانک نشناختنش و بهش پول ندادن و گفته من پژمان جمشیدی هم ملی پوش بودم گل ملی دارم فلان اینا، گفته که هر کی توی این بانک تو رو بشناسه من بهت پول میدم، هیچ کس تو بانک نشناختهش. بعد اومدن تعریف که حالش بد، یعنی داغ، گفتم دیگه این حیف، اینو باید بنویسیم. نوشتیم و طرحو دادیم به شبکه، شبکه دوست داشتن، موافقت کردن، منتها با بازی خود پژمان مشکل داشتن، گفتم معلوم نیست که بتونه در بیاره و اینا. گفتیم که اصلا یعنی اگه خودش نباشه این جذابیته نیست، این که بازیگر بذاری اسم و چیز بذاری، این همه کارهای الکی دیگه میشه. همینجوری چونه زدیم باشون، فکر میکنم یه همچین چیزی هم بود، نمیدونم این چگینی بهم گفت که گفتن بنزه دو قسمت شما فرصت دارید که دو قسمت رو با جمشیدی بسازید، ما ببینیم که این از پسش بر میاد یا نه و بعدش چیز کنیم. و تو همون دو قسمت در واقع پژمان میخه خودشو کوبید و البته به نظرم حالا روز به روز پخته تر شده، یعنی الان پژمان سریال نیست، به نظرم خیلی بهتر شده، ولی به هر حال داستان از اونجا اومد و بعد ما آدمای واقعی رو آوردیم توی داستان، چون پژمان جمشیدی بود طبیعتاً مثلا حالا بقیه هم باید واقعی می بودن دیگه، به روز رهبری فر و آقای حمید درخشان همه این چیزها رو آوردیم و اینا. و وقتی این داستان رو ساختیم از اون ور خوب بجلف اگه میخواست ادامه این باشه اونم طبعا باید با همین آدمای واقعی بود دیگه، که احساس واقع نمایی قلابی رو مثلا ما درست میکنیم. این ایده که اونج گره پر اونج گره که قرار باز بشه، تو از یک ماجرای واقعی پرسپولیس استفاده میکنی و طرف قاتله پرس عاشق پرسپولیسه، این ایده بی نظیره اصلا. این در واقع آدم باور نمیکنه در یک داستانی که حالا داره غیر چیز میره یک ماجرایی که واقعی تره، یعنی مثلا اینکه ما عاشق پرسپولیسیم وارد ما، یعنی وارد یک قصه تخیلی بشه، یعنی گره رو باز کنه، گره رو عوض کنه. به هر حال چیزه کل این ماجرای این فیلم این بودش که یه فضای در واقع یکم هجوالود به نوعی یه چیزی، یه فیلم در واقع ضد پوارویی بود به جای پوارویی، این که همه این گره نهایی داستان که اون کسی که ما دنبال قاتل میگشتیم آخر سر میفهمیدیم که قاتل، کل فیلم مثلا بر این اساس در واقع بنا شده بود که همه چی قلابی، همه گره ها غلط باز میشه، همه اون مسیرهایی که ما فکر میکنیم درست هست غلطه و به هر کی که مشکوکیم عوضی گرفتیم و همه داستان این بود دیگه. و از اول خب به این فکر میکردم که ما از این پرسپولیس محبوب من یه جایی باید استفاده کنیم، گفتم که خب میذاریم یه جایی در اوج داستان گره رو با اون باز میکنی و خیلی نکته ظریفیه. این اصلا هیچ کس فکر نمیکنه که قاتل الان قراره که اینا رو بکشه، آره پرسپولیسی در بیاد. به هر حال آره ما جامعهمون اینه دیگه، یعنی در مورد فوتبال ما خیلی دو قطبی تر از سیاستیم، یعنی که پرسپولیس استقلال شوخی ندارم و چیز طرف میتونه رسما زندگیشو زیر پا بذاره برای پرسپولیس. شوخی ها از قبل فکر کرده بودی مثلا یه تعدادیشو یا شوخی ها سر صحنه هم در من؟ نه سر صحنه همه چیزا فکر شده بود به جز یه جا که بهتون میگم، ولی چیزه شوخی های اصلا اول من بر اساس یه سری شوخی رفتم جلو. یعنی فیلمنامه کمدی بر اساس شوخی می‌نویسی؟ نه نه در این مورد خاص، در این مورد خاص این شکلی بود که من وقتی می‌خواستم یه فیلم در واقع حالا اسمشو من می‌ذارم ضد پلیسی، یه فیلم ضد پوارویی بسازم، به یه سری از این شوخی‌های ضد کلیشه‌ای این فکر کردم دیگه. یعنی کلیشه‌ای‌ترین موقعیت‌ها رو گذاشتم، اینکه آقا یه آدمی وقتی تیر می‌خوره میفته و حرفای مثلا چیز میزنه، قلم به سلمه میزنه، خب حالا این موقعیت ما چجوری میتونیم مسخره کنیم این که در واقع تیر نخورده، مثلا دستش یه زخم کوچه، حالا سخنرانی تو بکن، یا چه میدونم خیلی از این موقعیتایی که حالا بهشون فکر کرده بودم، مثلا در مورد اینکه مثلا اینا شیرجه میزنن هفتی رو مثلا شلیک میکنن که تو فیلمای مثلا اکشن هالیوودی زیاد دیدیم، با همه این ماجراها به یه مجموعه فکر کردم که این کلیشه ها رو چجوری میتونم برعکسشون کنم و
باهاشون شوخی کنم و اینا. اون چیزها رو از اول نوشته بودم. این مورد مثلا یادم هست، در مورد مثلا فیلم مارمولک هم همین کارو کرده بودم. اول تو مارمولک قبل از اینکه چارچوب داستان به فکرم برسه یه سری شوخی بهش فکر کرده بودم. فکر کرده بودم که آدمی که لباس روحانی تنش هستش چه کارایی نمیکنه و حالا مثلا حالا ما اون کار رو بکنیم و مثلا بامزه بشه دیگه. این که مثلا عمل شوخی ها رو دو تا فیلم تو بعض آره تو بله مثلا بله مثلا تو نانو عشق و موتور رضا مطلقا خب به شوخی فکر نکردم. الان یه خبری که حالا برای دفعه اول بذارید بهتون بدم، این کسی نمیدونه باز، اینه که ما خوب بد جلف رو داریم کار میکنیم، قسمت بعدیشو نه برای سینما، برای رسانه، برای یه سریال 15 قسمتی و الان رو اونم دارم با شوخیاش میرم جلو. یعنی اون حالا این پلیسی بود، حالا این یکی داستان یه مقدار جاسوسی طوره، حالا دارم با کلیشه های جاسوسی با شوخی میکنی. آره دیگه، یعنی اونا رو دارم عوضی مثلا بازم همین لحن فانتزی هم داری که یه شوخی ها به یه شکل فانتزی هم پیدا کنی. هست به هر حال لحن این دوتا، لحنی که دارن اینا چیزن، اینا یه کمی لورل هاردی ان یا یکم آره. برادران مارکس ان میدونید. آره یعنی آره آره آره. یعنی آدمایی ان که فضای خاص خودشونو به هم میریزن همه فضا بله آره. و اینا خودشونو تحمیل میکنن به همه جا و انگار بالاتر از این فضان. ببینید مثلا من یه زوج نوشته بودم مثلا توی سن پترزبورگ، اونا این شکلی نبودن، اونا مثلا این شکلی بود که اصل ماجرا تو تضاد این دوتا و تو سر و کله زدنشون، در واقع یه زوج ناجور بودن. این دوتا یه زوج جورن به نظرم میاد که نگاهشون به دنیا یه جوره، هر دوتاشون حالا با یه جزئی اختلافاتی که با هم دارن، جفتشون دنیا رو یه جوره کج و معوج با همزه میبینن و فراترن از اتفاقات مقابلشون و چیزه. این به نظر من جذابشون میکنه، نزدیکشون میکنه به لورل هاردی و اینا. واسه همین دوست دارم که ادامهش بدم و توی این داستان، توی این داستان جدید، بله توی این داستان جدید به یه موقعیتای فراتر از خود فیلم خوب بجلف دارم میرسم که به نظرم میتونه حتی جذابتر باشه. وقتی کارگردانی میکردی به لحن فکر میکردی؟ ببینید طبیعتا لحن یه جوری تهنشین شده بود توی نوشته، یعنی از اول میدونستم که کجا میخوام برم، از اول یکم میدونستم. به هر حال شاید واقعا همه جا از پسش بر نیومدم، ولی فکر میکنم تو فیلم از لحن بیرون نزدم. البته شما استادید و شما میتونید. آره و خیلی حفظ قضیه است، لحن رو حفظ کردی و به عنوان اولین کار که خیلی بی‌نظیره. البته تو اولین کار اصلا نمیشه چون تو سر کارهای مختلف بودی و دیدی. یعنی در واقع نکته اینجاست که شوخی هفتیره هم خیلی خوبه، چند تا شوخی درجه یک هستن تو این فیلم. هفتیره که هفتیر چینی ها که خرابن میگه چیزی میکنه. آره خیلی شوخی ها. سر صحنه در اومد چیز بود، پانتومیم بود، یعنی اون ها اون شوخی که اونجا بله. بهشون اون یه شکل دیگه نوشته بودم، اون بر اساس اون شوخیایی بود که این آدمایی هستن که مثلا این تیمای نظامی اینا که یواشکی میرن یه جهه این شکلی میکنن، اینجوری میکنن، اشاره میکنن، تو این ور تو مثلا اینو گوشه بودم بر اساس این که اینا مثلا با اشاره بگم بعد معنی اشاره هم دیگه رو بفهمم، بعد سرگرد نفهمه بگه این اشاره ها چیه و فلان. بعد رفتیم جلو، بعد سر صحنه نمیدونم چی شد که رسیدیم به این پانتومیم، بعد اینا اجرا کردن دیدیم چقدر بامزه است، اون شوخی رو گذاشتیم کنار رو. اینو بازی فلاخوشی تو کنترل کردی که از ابتدا اونق باشه و ساکت باشه و سرد باشه. ببینید طبیعتاً آره این چیزی بود که با حمید به توافق رسید. بله بله، که حمید در واقع از اول که فیلم ما رو خوند گفتش که من میدونم که چیزه کمدی، این کار رو دوش من نیست، در نتیجه میفهمم که من نباید شیرین کاری کنم، یعنی من باید پاس لب تو رو بدم، اینا آبشاره رو بزنن و تا پایان در واقع همین لحن رو حفظ کرد. و جایی که این دوتا نبودن اتفاقا حمید بامزه تر بود دیگه، یعنی اصلا بازی باره. رو بالاتر گرفتیم به خاطر مثلا همون جایی که با ویشکا دارن مثلا زیر اون کاها دارن سر کله میزنن، بسیار زنی عشقی زیباییه. آره و اونجا هم مرسی. آره اونجا حمید هم چیز بود دیگه، حمید هم اونجا بامزه تر، ولی در حضور این دوتا اگه قرار بود این دوتا کمدی باشن، حمید وظیفش وظیفه آدمی بود که اسمشو من گذاشتم هرس خور، یعنی اون هرس خور ما بود که تماشاگر از موضع اون در واقع این دوتا رو نگاه میکرد و همزمان هرس میخورد و باید دوستشون میداشت. این سکانس نهایی از ابتدا تو ذهنت بود که این مرگ بسیار علکی احمقانه قهرمان داستان؟ بله، چون اون در واقع جنبندیه که میخواد بگه کل ماجرای ما مزخرف بوده دیگه، یعنی که باید نتیجه گیری اونم به همون مزخرفی و حتی مزخرفته، کلمش مزخرف نیست، کلمش این چیزی که مثلا نشون میده که همه چی ابزور داره. آره آره. و چیزه ایده اونم بهتون بگم که از قول
دورن مات اومد در واقع. اون آخر مرگ مانیه، مرگ مانبوکا، اونم بسیار عجیب غریب بود. اونم از فکره آخر بود دیگه بهتون رسید دیگه. بله بله بله. من به عنوان کار اول بهت خسته نباشید میگم، بسیار کار خوبیه و خوشحالم که کار فروخته. یه چیزی من یادم بپرسم، مارمولک تو رو گرفتار مسئله حاشیه نکرد؟ یعنی بری جاهای مختلف صحبت کنی و توضیح بدی اینا؟ نه نه، و چیز دلیلش هم آقای تبریزی و به خصوص آقای محمدی بودن که در واقع اونا میرفتن. بله بله، یعنی خودشون هم بعدن آقای محمدی رو به من گفت، گفتش که حالا جملهش نمیدونم، نقل به مضمون این که گفتش که آقا ما به هر حال خودی هستیم و تو نیستی و اینجور جاها به درد تو نمیخوره، یعنی و ما ترجیح دادیم که به عنوان مثلا سپر عمل کنیم و کردن. من در حد چند تلفن تهدیدآمیز بیشتر نداشتم، همینه. هیچی نداشتی بیشتر تلفن تهدیدآمیز؟ و فیلمنامه تو، فیلمنامه در اجرا همون فیلمنامه خودت اجرا شد؟ فیلمنامه بله در اجرا همون بود. این فیلمنامه رو آقای پرستویی به نظرم توش نقش تألیفی داشت، به خاطر اینکه الان دیالوگای رو توی فیلم میبینید که توی فیلمنامه نیست و مال آقای پرستویی هست و نقش رو جوری مال خودش کرد که دیالوگای رو که مثلا میگفت به همه گفتم که خب چقدر خوبه دیگه، مثلا شاید همش هم دوست نمیداشتم ولی اصلا مال خود، مثلا یه دیالوگ خیلی معروف فیلمو که همه دوست دارن مال آقای پرستویی، دیالوگ چیز اون که میگه به راه‌های رسیدن به خدا کف گرگی و نمیدونم فلان هم اضافه کنی، داره اون مثلا مال خودشه. مارمولک من جزو کارهایی بود که خیلی کم رفتم سر صحنه اش، اصلا نه بیشتر کمتر. آره کم بود، ولی تنها موردی که من با مارمولک دارم اینه که پایانی که من داشتم هنوز فکر می‌کنم که پایان بسیار بهتری از این چیزی که این پایانی هست. بله بله. نظر تو به کمال کیه به عنوان کارگردان؟ والا چیز کارگردان کمدی شناس و دیگه یه آدمی که آدم خیلی خوب میتونه باش سر و کله بزنه، خوب تعامل داشته باشه، آدم خوش سلیقه. و این اواخر کاراشو ندیدم ولی چیزه آقای تبریزی دوستون دارم ولی یکم زیاد پرکار شدن اخیراً، زیاد کار کردن. آره خب چیزه دیگه، یعنی به نظرم میاد که چیزه، حالا من دوست دارم که شاید همون کارهای اوج، یعنی من دوست دارم هر وقت اسم آقای تبریزی رو تو سینما میبینم یه صف گنده ای دم در سینما باشه. دوست داری با عطاران کار کنی؟ آره. کارگردانی چی چیزی میبینی؟ من دراکولا رو دوست داشتم، دراکولا رو دوست داشتم و احساس کردم ابزورد خاصی. بله بله، و احساس کردم که چیزه دراکولا یه مرحله گذاریه برای رضا. بله، که داره لحنش رو پیدا میکنه. به نظرم دراکولا موفق نبود توی در واقع موفق نبود به دلیل اینکه یکم شاید بلا تکلیف بود فیلم، ولی من فکر میکنم که رضا اگه این مسیر خودش رو پیش بره و دنبال مثلا حالا این نباشه که حالا شاید دراکولا چون کم فروخته دوباره برن به اون سمت، اینه به نظرم میاد که یه کارگردان صاحب لحن و یه کارگردان خیلی متفاوتی خواهد بود و من پیگیر کاراش خواهم بود مطمئنه. نمیخوای تو فیلمت بازی کنه؟ اصلا دنبال این نیست که عطاران بیاد فیلم بازی کنه؟ به هر حال چیزه، عطاران بازیگر درجه ای که و دوست دارم بازی کنم. تو این سریالت باز همین بازیگرانه که بازی کردن بازی میکنن یا آدمای دیگه میاد؟ کسای دیگه هم هستن توی کار. چهره مشهور میاد؟ چهره دیگه؟ بله بله حتما. بله. خیلی ممنونم پیمان. خیلی خیلی ممنونم. برات آرزوی موفقیت دارم. من همچنان که سناریوهات دوست داشتم فیلمت هم دوست داشتم. امیدوارم که سریالت هم به زیبایی فیلمت باشه و زیباتر از فیلمت باشه. برات آرزوی موفقیت دارم. محبت دارید. منم باعث افتخارم بود و لذت بردم هم صحبتی با شما. آره. ما به ضمن به بینندگان عزیز بگیم هفته آینده به دلیل احترامی که به آقای علی معلم داریم، زنده یاد علی معلم داریم و ایشون برنامه جشن حافظ خواهند داشت، ما برنامه 35 نخواهیم داشت. دو هفته بعد 35 را ادامه خواهیم داد. متشکرم. شب بخیر.